خب خاطر من اولا که دیروز حواسم نبود متوجه شدم که اصلا کامنت ها رو این چند روزه نمیدم، حالا به خاطر تراکم کارم همش یه سری میخونم نمیخونم سرسری میخونم، متوجه شدم که یه دونه ترمه رو تو 2 میلیون میگفتی، بعد قیمت اصلیشو گفتی چقدره؟ اینو ما قیمت گرفتیم از منوچهری تهران، به من گفتن واسه من بفرست این ترم یه دونه است، منتها من 3 تا عکس از اون یه ترمه واسه حسن آقا فرستادم. آها از همون از همون یه دونه 3 تا عکس فرستادی. آره یکی از زربافت طلابافت بغلش انداختم، یکی از خود ترمه کامل، یکی از پشتش که همه چیشو بهش نشون داده باشم. و از اولم گفتم اینا سه تیکه است، اما یه تیکش رو پدرم به من داد گفت کارتو باهاش را بنداز. من از روز اول، یعنی از 1 ماه پیش که بهت گفتم الان کامنتات هم چک کن، شخصتو چک کنی متوجه بشی، من گفتم یه ترمه دارم برای فروش، اینو 15 میلیون منوچهری به من گفت برامون بفرست. منوچهری کیه؟ منوچهری تهران، خیابون منوچهری عتیق فروشا. آها منوچهری تهران، اونجا همه عتیق فروش هم. والا راستیتش من جرئت نکردم بفرستم چون فرصت اینم نداشتم که برم تهران و بخوام اینو جا به جا کنم، میترسیدم چون تنها باید میرفتم و میترسیدم میرفت که واقعا 120 تا 180 تا 120 تا 110 سال خدمت داره. والا خود مظفر دینشگاهه، بعد میترسیدم راستیتش، همینجا تو دستم بود، تنها چیزی که به ذهنم رسید بتونم مثلا بفروشم به کسی که قابل اعتماد بگم تو بودی زیبا. به هیچ کس اعتماد نداشتم. یعنی قبلشم به من دادی بدون اینکه پول واریز شده باشه؟ اصلا پولم نخواد، یعنی یکی دو تا از نفر دوستان گفتم بابا پولو میگرفتی اینو میفرستادی، گفتم من اعتماد کامل به زیبا دارم، وقتی داییشو فرستاده سراغ من، وقتی که خودش به من پیام داده گفته خاطر هستی میخوای ترمت رو بفروشی، من حتی اگه تا 10 روز دیگه هم پول رو واریز نکنه من بهش اعتماد داشتم، همینجوری هم ترمت دادم به دایی و اومدم. بعدش زنگم به حسن آقا زدم، حسن آقا جواب نداد، ولی خب مطمئن بودم که یه پیامی که دقیقا هم همین شد، یه پیام از طرف شما واسه من اومد و من خیلی خوشحال شدم. اگه تو دهنی شد به دور و بریان که ببین من فکر اشتباه نکردم، درست. البته من خودم اینو قبلا گفته بودم، این تو ذهنم بود ولی چون تو ایران نبودم و اینا، بعدش به حسن گفته بودم پیگیری کن، ولی انقدرم من کار به حسن میدم و کارهای مختلف، ضمن این که واقعا بعد یه بار یعنی پشت گوشو انداخته شد از طرف خودم، پیگیری نکردم تا اینکه یه دفعه گفتم یه خانومی بود به من، بعد تو یادم میمونی همیشه چون کتابا رو برات فرستاده بودم به خاطر اون ماجرای من کتابات هنوز دارم خونم به خدا. آره. 3 بار خوندم کتاباتو. آخه بعد یه دفعه یه حسی که به خاطر اون زندگی که از خودت هم تعریف کرده بودی، یه احترام خاصی هم دارم برات به خصوص به هر حال، و این مسئله تو ذهنم یه دفعه اومد، گفتم حسن تو اون کاری که گفته بودم و اینا انجام دادی، این شاید اصلا مشکلش چجور شد، گفتم به هر حال پیام بدیم، فکر میکردم شاید اصلا مشکلت حل شده، که بعد یه دفعه گفتی که وای چقدر خوشحال شدی و فلان. الانم خیلی خوبه که من دارم مستقیم باهات صحبت میکنم، خیلی خوشحالم. بعد داییم چی گفت وقتی دیدین و ترمه رو دید؟ گفتم که اول گفتم سلام دایی جان یاخشی سر یه خورده نیا که گفت ترکی، گفتم که مادرم تبریزی بوده فوت شده، مادرم ترکی بوده. بعد گفتم که این چیه، گفتم که والا زیبا جون گفتم بدم به شما یه امانتیه ترمست، گفت خب کمکاری از دست من بیاد برات انجام بدم. گفتم نه. خب دعوتش میکردی برای اون قضا کده؟ من دلم میخواد که یه لحظه وایستا این بچه ها دارن، یکی از بچه ها خدا برات بهترین ها رو میخوام زیبا، یعنی تو خدا واسه من رسون زیبا. اینجوری نکن دیگه، اینکه اینقدر به منم اعتماد کردی خیلی خوبه. کجایی هستی؟ کجایی هستی میگه؟ من
من بچه بودم، خب مادر پدرم از هم جدا شدن، من اصلیتم بچه چهار شاپور تهرانه، بازارچه شاپور وحدت اسلامی. بعد که مامانم خب تبریزی بود، پدرم هم بچه همون شاپور بود. بعد دیگه من اینجا ازدواج کردم، چالوس ازدواج کردم، به خاطر جدا هم شدم، اما به خاطر دخترم اینجا موندنی شدم. چند سالته خودت چند سالته؟ چقدرم من متولد 62 62 من متولد 62 هم. الان داری زندگی تو خودت میگذرونی دیگه؟ خودم میگذرونم، دارم زندگی میکنم، ولی یه شخصی هم هست که الان میخواد با من ازدواج کنه، منتها من فعلا شرایط ازدواج نکنه دیگه. اگه راست میگه کشش داری، با هم زندگی کنید، چی بیاد اینجا؟ من با هم زندگی نه من بهش گفتم با هم زندگی کنیم، ولی ازدواج نه. احمد رفتش. خب بگو. بهش گفتم با هم زندگی کنیم، این ازدواج سفید. آفرین. با هم زندگی کنیم. آره بعدا ازدواج نه، ازدواج مدام متعهد میشه، اگر نخواستیم فوقش سوار میشه. آره پسری هم هست، خانوادهش خیلی منو دوست دارن، از منم کوچیک‌تره، خانوادهش خیلی منو دوست دارن، نمیدونم تو چه حساب، ولی منو میخوان خیلی. آره نه منم ازت خوشم، نمیگم خوبم، اونا خودشون خوبن، حالا منو خوب میدونن، ولی خدا رو شکر همیشه آدمای خوب جذب شدن دور و بر من، یکیش تو، یکیش اینا، یکیش میگم اینا شدن خانواده این من کسی دیگه واقعا جز تو. خیلی برام جالب بود که اتفاقا یه دقیقه وایس ببینم این چیه. خیلی برام جالب بود که اتفاقا خیلی برای من جالب بود که من با وجودی که دیروز دور همی داشتیم و خیلی، ولی حسن خیلی بیشتر پیگیر بود، هی میگفت این شماره این پولو خاطره رو کی واریز کنیم. خیلی برام جالب بود از این که بعد گفت خب در رفته داده دیگه به دایی، و من دلم میخواست که این آره خب من فکر کنم که این انرژی مثبت تو هم بود که ناخودآگاه به حسنم انتقال پیدا کرد. گفتم بذار من باهاش صحبت بکنم، و واتساپ و اینا که نشد، و به هر حال شب با خودم گفتم که برام خیلی مهم بود که دایی رو ببینی، چون گفته بودی به دستش مثلا نمیدونم به دستش میفرستم اینا، نمیخواستم، من میخواستم این ارتباط برقرار بشه و ارتباط و حضوری، و خیلی دلم میخواست که عکس میگرفتی، که خب این کار رو نکردید، ولی خب بالاخره دیگه بعدش بود، چون من ننوشته بودم که آخر زیبا جون دایی گفت من یه هفته اینجا هستم، حالا میتونم باش قرار بذارم بیاد محل کارم. آفرین. اگر بشه این کار رو بکنی، ببین این این که دعوت کنی، من به سعیدم هم عکس تو رو فرستادم، هم اون ویدیویی که فرستاده بودی خودت موقعی که گروه ما اومدی. خب من برای این که یه تشکری هم بشه، این خودش برای من یه اعتباره، مثلا بگی که من شماره سعیدرم میدم، خب سعید زندایی ما، بعد اینا چون عروسشون تازه فوت کرده دیگه، مادر اون بچه فوت کرده، آره، بعد داییم خیلی ناراحت بود و اینا، بعد که این مقدار من حالا باش حرف زدم، و البته خب با سعیدم من تسلیت اینا نمیگم، خب به خاطر اینکه در رابطه با این مسئله صحبت میکنم، و خود همون به نوعی تسلی دادن هست، خودش به نوعی تسلیت هست، ولی نمیخوام اون حالتهای رایجی که آدم ها ای بای مرگ فلان باشه چی از این حرفا بزنم، ولی دوست دارم این ارتباط برقرار بشه، و شما مثلا بگی که خب چون من این کار انجام شده، بیان اون قضا کده شما بیاد، خودت با سعید، چون اون چالوس چیز دارن دیگه، پسردایی من اونجا زندگی میکنه، اصلا خونهشون اونجاست، بعد داده به پسردایی که همون که چیز فوت همسرش فوت کرده، خب عروسشون تازه سرطان خون بود چی بود و اینها، به هر حال فوت کرد. حالا تو همینو که بگی که شما بلند شید بیایید اینجا، من دعوت میکنم، چون قضا کده داری دیگه، قضا کده داری، قضا خونگی درست میکنم، خب این خیلی خوبه، چای محلی گیلانی و اینا زغالی درست میکنم، آره مشتریام کم و بیش هستم، ولی خب حالا خلاصه خب. این یکی این که این کارو بکن و یه عکس بگیر، و این یک
کار خیلی قشنگیه. من همین ترمه رو به دایی میگم که دایی بیاره بده به حسن، حسن بره دنبالش. خب حالا هر چقدر که حالا فروختن فروختن، نفروختنم که دیگه به هر حال ما نگه میداریم خودمون چیزا روش یه کاریش میکنیم دیگه بالاخره. حالا ببینیم که چی به کجا میرسه. این مهم اینه که این احساسات قشنگ ایجاد شد، این ارتباط قشنگ ایجاد شد. پری روز اینو یه پسری به اسم مصطفی اومد تو گروه ما و ما اینو مهمانش کردیم و من بهش، اونم از چالوس بود، گفت من خیلی دچار افسردگی شدم، منزوی شدم فلان اینو. اتفاقا پسر خوبی هم بود، شاعر و این چیزای اینجوری، که بعد بهش گفتم که به یکی از بچه هایی که اونم شاعر بود گفتم برید با هم دیگه شعر بخونید و ناله کنید من زیاد اهل اینجور چیزا نیستم، ولی بهش گفتم که به تو مثل که پیام داده، لطفا اونم بگو که همینطور بلند شه بیاد تو همون قضاکده، یه ارتباطی یه چیزی، همین که بچه ها بتونن با همدیگه حرف بزنن. بگو مثلا اون کتابی که من از کتاب منو خوندی بهش بگو برو این کتاب بخون. یعنی در واقع ما برای همدیگه تراپی، برای همدیگه میشیم، این روان درمانی اجتماعی رو با هم پیش میبریم و برای همدیگه به قول معروف این کار انجام میدیم. اینم در واقع دو تا هدیه دیگه هم برای من میشه، چون من فکر میکردم سه تا ترمه است. خب یه ترمه مال خودمون میشه، یه ترمه هم که به جای یه ترمه، اون ترمه که فکرشو میکردم داییم و بازن داییم دعوت میکنی، یه عکس خوب برامون میگیری، اون ترم سومی هم این مصطفی که از چالوس هستش و باهاش در ارتباط باش و که به هر حال این بچه های چالوس، این ارتباطات خودشون سرمایه است. قبول کن که اینا خودش سرمایه است. مهم اینه که ما این سرمایه ها رو چجوری به استفاده برسونیم. قبول داری؟ موافقی؟ آره؟ زیبا باورم صدات قطع شد. چی باورت نمیشه چی؟ نمیشه دارم با حرف بزنم تصویری نه باورت افتادم. بشه دیگه، احمدم شاهد اینجا. من خیلی آدم خاصی آفرین نیستم، من از خود شماها هستم و تنها فرقی که شاید دارم اینه که همه شما رو جزئی از خودم میدونم. هر کسی این باور رو داشته باشه انقدر از دیگران جدا خودش رو حس نمیکنه. خب عزیزم برو دیگه، مرسی. ما دیگه این دست دایی رسید و تا بعد، من الان خیلی حس بهتری دارم، چند تا اسکرین شات گرفتم، اینا رو میفرستم به گروه با این ویسی که هست. اگر دوست داشتی یه موقعی که خواستی میتونی، من همین الان اون یه تیکه کوچولو که صحبت کردی رو که با احمد بودیم و ضبط نکردم، ولی اگر دوست داشتی بعد میای در مورد مامانت هم که تبریزی بود و چه اتفاقی میفته و اینا رو هم راحت حرف میزنیم، این خودش به ما قدرت میده. خب عزیزم تا بعد، خداحافظ. باشه. 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 باشه.